با سلام و درود خدمت هممیهنانم، زنان و مردان ایران زمین، کارگران، کارمندان، معلمان و پرستاران، خبرنگاران، زندانیان سیاسی و خانواده های اونها و همه کسانی که برای آزادی ایران، آبادی ایران و آینده بهتر تلاش میکنند. هممیهنانم، برنامه امروز رو به سه موضوع اساسی اختصاص دادیم که در درجه اول میپردازیم به حضور دلاورانه مالباختگانی که پولهاشون رو در این صندوقهای اعتباری حکومتی و بانکهای خصوصی بنا به شرایط جامعه گذاشتن و چندین بار تا به حال تجمع کردن این هممیهنان ما و درخواست کردند که پولهای دزدیده شده و غارت شده شون رو پس بگیرند. ولی متاسفانه میبینیم که رئیس بانک مرکزی و سایر مقامات حکومتی که هزاران میلیارد تومان از مردم ایران غارت کردند، به هیچ وجه گوش شنوایی ندارند برای این فریاد مشترکی که بیش از 730 هزار نفر مال باخته سپرده گذار در بانک های مثل صندوق های به عنوان قرض الپسنده، ما از اینها قبلا نام می بردیم، فرشتگان، سامن الحجج، آرمان و کاسپیان که جدیداً تظاهرات باشکوهشون در مقابل بانک مرکزی زبان زد شد و فیلم های اون در جهان منتشر شد و به زودی همه این ویدیوها با زیرنویس انگلیسی به تمام شبکه‌های بزرگ جهانی فرستاده خواهد شد تا این مالباختگانی مثل شرکت‌های کاسپیان، فرشتگان، سامن الحجج و بقیه اولا بدونن که صداشون از طریق تلویزیون‌های آزادی‌خواه و مردمی شنیده میشه، همچنین بدونن هممیهنانی دارن که وقتی صدای دادخواهی اونها رو میشنوند ساکت نمیشینن و سعی میکنن به این صدا بپیوندن و این صدا رو تقویت بکنن. اگر اتاق فرمان لطف بکنن اون به اصطلاح لوگویی که مربوط به تجمع سه‌شنبه 16 خرداد که از سوی خود این عزیزان از داخل کشور منتشر شده رو چند لحظه و بیشتر، حتی اگر تا موقع خبرش رو میگیم این لوگو باشه، که همه مالباختگانی که برخی از اونها ممکنه الان تلویزیون رو ببینن در جریان قرار بگیرن که حتما برای سه‌شنبه صبح که میشه همین فردا 16 خرداد ساعت 8 صبح از سراسر کشور همه کسانی که به این حکومت اعتماد کردن، به این بانک‌های خصوصی دروغین اعتماد کردن، به سیستم بانکی نظام ولایت فقیه اعتماد کردن و پول‌های ناچیز خودشون رو که نمی‌شد باهاش سرمایه گذاری بکنی و کار تولیدی راه بندازی، چون که انقدر وضعیت اقتصادی کشور خراب هست که در بخش صنعت هر پولی برود از بین می‌رود. در نتیجه ما می‌بینیم بسیاری از کارآفرینان و کسانی که می‌تونستن مثلا با 1-2 میلیارد تومان قبلا کار بکنن، الان می‌بینیم که به هیچ وجه حتی با 1-2 میلیارد تومان هم نمیتونن یک کار تولیدی رو به راه بندازن، چه در بخش کشاورزی چه در بخش صنعتی. به همین دلیل معمولاً این افراد که بخش از پولشون مثلا ورثه‌ای بودن که پدر یا مادری فوت شده تقسیم شده، پول ناچیزی 30-40-50-100-200 میلیون گیرشون اومده، یا مثل آقای امیر زین‌الدینی که از سردارای جنگ بوده، برادرش از سردارای سپاه بوده، در جبهه ها کشته شده و الان نزدیک 430 میلیون تومان پول او در همین کاسپیان گیر کرده و ایشون دیگه فایل صوتی گذاشته و همراه هزاران نفر دیگر درخواست حمایت و پشتیبانی کردن برای اینکه به این سرمایه های خودشون دست پیدا کنن و هزاران نفر صدای اینها رو در فضاهای مختلف اینترنتی، تلگرامی میشنوند و خوشبختانه این دادخواهی ها داره گسترده میشه. چند هزار نفر در این تلگرام ها آمدن تا این فریاد دادخواهی رو بزنن که زنان و مردان ایرانی که متاسفانه به این سیستم دزد غارتگر هنوز باور و چشم امیدی داشتن، این خورده پول هایی که شاید از 1-2 میلیون تومان بوده تا
تا نزدیک به 1,200,000,000 تومان که یکی از عزیزان در همین تلگرام نوشته بود رو که حاصل زندگیشون فروختن خونه یا لوازم زندگی بوده به دلیل اینکه نمیتونستن درآمد داشته باشن، در این صندوق‌های اعتباری زیر نظر بانک مرکزی و با مهر بانک مرکزی، امضای بانک مرکزی، تایید سیستم اقتصادی کشور این کار رو انجام دادن. متاسفانه الان بیشتر از 8 ماه، 1 سال، 2 سال است برخی از اینها نه تنها سودی بهشون ندادن، بلکه اصل پولشون رو هم که خواستن به اینها پس ندادن، به دلیل اینکه نظام بانکی کشور ورشکسته شده. سارقان حکومتی مثل بابک زنجانی ها، مثل آقای خاوری ها، رضا زراب ها، شهرام جزایری ها که خودکار و کاغذ رهبران این حکومت هستن، همسال محسنی اژه‌ای و مشتبه خامنه‌ای و خاندان رفسنجانی، همشون در پشتیبانی از این فاسدان حکومتی که این بانک های دروغین رو راه اندازی کردن مثل کارآفرین و امثال اون، حالا به جای رسیده که انقدر پولای مردم رو بالا کشیدن که دیگه در نظام بانکی پولی نمونده که حالا مردم پولشون رو میخوان، این پول رو به اونا پس نمیدن. در بانک پاسارگاد خبر مستقیم اومده که دچار ورشکستگی کامل شده. صندوق کارآفرین بهاءالدین ادب اومده بوده به اینا کمک کنه، اونها هم نتونستن. باطلاق اقتصادی که در کشور برپا شده داره که همه مردم رو با خودش میبره. این اعتمادی که هنوز بخشی از هممیهنان ما به این حکومت، به کارگزاران این حکومت در بانک ها میکنن، بیانگر این است که از سر ناامیدی پول خودشون رو با دست خودشون میدن به همین دزدا و غارتگرایی که کل کشور رو به این روز انداختن، نظام اقتصادی رو برباد دادن، صنایع رو خوابوندن. با ورود وحشتناک و بی‌رویه کالا از چین و دیگر کشورها، اون هم جنس‌های درجه چندم و بدون گمرکی و به شکل اسکله های قاچاق که خود سپاه پاسداران، بیت رهبری و هیئت مؤتلفه اینها رو سازماندهی کرده، عملاً صنعت کشور رو خوابوندن و میلیون‌ها میلیون کارگر رو بیکار کردن و خانواده‌های اونها رو به زیر خط فقر روندن. خود مقامات حکومتی میگن که الان بیشتر از 33 میلیون ایرانی گرسنه میخوابند و بیش از 80% از جمعیت ایران زیر خط فقرن و 40% از جمعیت ایران زیر خط فقر فاحش. به همین دلیل من از همه هممیهنانی که این برنامه رو میبینن یا به سایت خبرگر مراجعه میکنن، اخبار رو از سایت خبرگر میبینن، یه بار دیگه خواهش میکنم اتاق فرمان اون لوگو رو پخش بکنم که دو تا سیستم هست، همون لوگوی بانکی رو که زحمت کشیدن. فردا سه‌شنبه ساعت 8 صبح تمام کسانی که میخواهن به این مال باختگان خدمت بکنن، پشتیبانی کنن، اهم از راننده شرکت واحد، معلمان، کارگران، همه کسانی که الان گرفتار وضعیت اقتصادی خرابی شدن که مسئولیتش دقیقا متوجه نظام اقتصادی کشور و بانک مرکزی است، برای که اتحاد تا پیروزی و قطع دوردست دزدان حکومتی فراهم بشه، در این سه‌شنبه سرنوشت ساز بیان به تهران، بهارستان، مجلس شورای اسلامی 16 خرداد ساعت 8 صبح. ما سعی میکنیم از تلویزیون‌های دیگه، رسانه‌های دیگه هم این اطلاع رسانی مرتباً انجام بشه تا کسانی که میخوان به جلوی مجلس برن برای احقاق حقوقشون و سپرده های برباد رفته بتونن که از پشتیبانی کافی بهره‌مند باشن. در قسمت بعدی خبر یک ویدیوی کوتاهی از آقای خامنه‌ای که از تمام جنایت ها، کشتار ها، قتل عام های دهه 60 حمایت کرده و با حمایت خودش در ضمن از رئیسی حمایت کرده و از کل سیستم حکومتی که این کشتارها رو در دهه 60 انجام دادن و این کشتار، زندانی کردن، اخراج کردن، اعدام کردن رو تا همین امروز هم ادامه دادن. و حالا که رئیسی شکست فاحشی خورد، مجموعه ما کسانی که رأی ندادیم و کسانی که به جناح روحانی مثلا رأی دادن بیش از 45 تا 47 میلیون نفر شد
که اکثریت مطلقی است که اگر اون کسانی که به روحانی رأی دادن احساس مسئولیت کنن، سازماندهی بکنن، در کنار ما کسانی که بایکوت کردیم، امتناع کردیم و بخش بزرگی از جامعه مثل کارگرها، مزدبگیرها، معلمها، حاشیه‌نشین‌ها، بسیار از مستمری بگیرا، طبقه فقیر جامعه که در این انتخابات شرکت نکردن، اکثریت مطلق رو میتونیم تشکیل بدیم و با جنبش مطالباتی این حق و حقوق دزدیده شده رو به جامعه خودمون برگردونیم. به این چند جمله خامنه‌ای گوش کنیم در به اصطلاح تایید کشتارها، بحث رو با هم دیگه ادامه خواهیم داد. اینجور نباشه. من توصیه میکنم به کسانی که اهل فکرن، اهل تأملن، راجع به دهه 60 قضاوت میکنن، جای شهید و جلاد عوض نشود. دهه 60 ملت ایران مظلوم واقع شد. تروریست ها و منافقین و پشتیبان های اونها و قدرت هایی که اونها رو به وجود آورده بودن و دائما در اونها میدمیدند، اینها با ملت ایران جفا کردند، بدی کردند. ملت ایران در موضع دفاع قرار گرفت، اما دفاع کرد و پیروز شد و به حمدالله توطئه های اونها رو خونسا کرد. این دهه 60. همینطوری که میبینید کشتار 130 هزار انسان فرهیخته، استاد دانشگاه، معلم، دانشجو، جوانان عاشق آزادی و آبادی ایران، احزاب کارگری، سازمانهایی که نهادهای صنفی بودند و برای حقوق زحمتکشان، کارگران، مردم فقیر و محروم تلاش میکردند، دختران جوان 18-19 ساله‌ای که میرفتند تو محلات فقیر برای حاشیه‌نشین‌ها درس میدادند چون امکان به رفتن به مدرسه تو اون شلوغی‌ها نبود، مثل هما نصیر زنجانی، مثل گیتا علی شاهی ها رو اینا اعدام کردن. 130 هزار انسان با شرف، فرهیخته، روشنفکر که اگر این کشتارها صورت نمی گرفت و اون احزاب، سندیکاها، شوراها، انجمن همبستگی سندیکاهای کارگران ایران تعطیل نمی شد، سرکوب نمی شد، حمله نمی شد، غارت بهشون نمی شد، توسط همین حسن صادقی ها و علی رضا محجوب ها و چماقدارای حکومت مثل نجات همدانی که حالا تبدیل شدن به تیمسار نجات ها، مطمئنن کشور ما وضع دیگه ای داشت. با داشتن سندیکاهای آزاد، احزاب و سازمان های دموکراتیک و مترقی و همچنین نهادهایی که سکولار و دموکراتیک و لائیک بودن، تعادلی در جامعه برقرار میشد که به این قهقرهای تاریخی نره که همکنون همین عکسایی که در کنار من میبینید، دلاوری مثل مهندس زعیم، جوانان دانشجو و فهیم مثل گلرخ ایریایی، مثل آرش صادقی، مثل آتنای دائمی که در زندان ها هستن و صدها نام دیگر که ما در هر برنامه چند تا از اونها رو هم همیشه پشت سر من این عکسای زندانیان بیگناه، آزادیخواه و بازماندگان همون دهه 60 هایی که آقای خامنه‌ای داره پوز میده اونا رو قتل عام کردن، بودن که امروز ریششون گیر کرده تو نهادهای حقوقی بین‌المللی و سازمان ملل و شورای حقوق بشر که هر روز بیشتر روشون فشار دارن میارن و برای اولین بار خامنه‌ای از دهنش میاد بیرون که درباره جنایت‌های دهه 60 و دقیقاً با همین کلام دهه 60 صحبت بکنه. حالا موقعی که این اتفاق بزرگ داره میفته، یعنی اکثریت جامعه ایران کم کم بعد از این 38-39 سال فهمیدن که این حکومت به جز جنایت و غارت کاری نکرده و اعتراضات کارگری، اعتصابات، تجمعات، اعتراضات همینجور داره دامن گستر میشه، مثل همین اعتراضاتی که مردم مال باخته کردن و دوباره 16 هم میان فردا در ایران میشه برای اینکه این مالهای دست داده، پولهاشون از این غارتگران پس بگیرن، یاران کمپین معیشت در کنار اونا هستن، عیاران در کنار اونا هستن. ما اینجا از حتی رانندگان شرکت و دوستانمون در سندیکاهای مختلف، در بین معلمان که در بین خود این مالباختگان هم از همه این طبقات اجتماعی هستن، یعنی معلم، کارگر، بازنشسته، ارتشی بازنشسته، کارمند دولت،
زنان و دخترانی که پول ناچیزی از کار و زحمتشون پس انداز کردن یا ارث پدری گرفتن توی این صندوق گذاشتن خرج زندگیشون بگذره به خاطر بیکاری و نبودن درآمدها که حالا غارت شدن، همه این اعتراضات پشت حکومت رو لرزونده و اینکه مردم هجوم ببرن به بانک‌ها و این بانک‌ها رو تسخیر بکنن، ساختمون بانک مرکزی رو تسخیر بکنن، چون پول اینا ندارن دیگه بدن. هزاران هزار میلیارد تومان باید به این 730 هزار نفر پول بدن که این پولا رو از کشور خارج کردن. خانواده‌های همین حکومتی‌ها، همین خامنه‌ای که مشتبه خامنه‌ای مدت‌ها معلوم نیست کجاست و با اون 100 میلیارد دلار پول مردم ایران که زیر دست خامنه‌ای بوده چه کردن تا الان، و بقیه حکومتی‌ها. این ترسی که الان به جون حکومت افتاده از گسترش نارضایتی‌ها، از گسترش اعتراض‌ها، اعتصاباتی که هست و در پیش روی هست و در حال سراسری شدن و به هم پیوند خوردن و پشتیبانی هم که جامعه جهانی کم کم بیشتر خواهد کرد و ما گرسنه‌ها و محروم‌ها و زندان کشیده‌هایی که حکومت تمام زندگیمون رو از بین برده، اعضای خانواده‌مون رو کشته، از دهه 60 تا امروز همه خشم‌های انباشته شده و همه حق‌های پایمال شده در کنار هم داره قرار می‌گیره. حالا حکومت آمده یک جریانی رو مثل راه توده که علی خدایی سردمدارش هست یا کسانی مثل فرخ نگهدار که دیگه از اکثریت هم اینا رو بیرون انداختن به عنوان نیروهای چپ، گول بزنه بخشی از کارگرها رو، گول بزنه بخشی از سیاسیون جوان رو و اینها رو به عنوان نیروهای مثلا چپ و دموکراتی تو قالب شکم نظام ولایت فقیه و زیر نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه قالب کنن به مردم که اون همه تشویق کردن همه بیان به این حکومتی که اینجور غارتگر و کشتارگر و دزد هست رأی بدن دوباره و این حکومت پلید رو دوباره تایید بکنن. و عملا با این تاییدی که به این حکومت کردن، اون عده‌ای که اومدن تایید کردن، به جهان گفتن ما تمام کشتارها، تروریست بازی این حکومت، دخالتش در امور منطقه و بمب‌گذاری‌ها و وضعیت خاورمیانه که به هم ریخته و یه سرش هم همیشه این سپاه قدس و آدمکش‌های نظام ولایت فقیه هستن که افغانی‌ها و پاکستانی‌ها و ایرانی‌های محروم و گرسنه را می‌برن اونجا توی سوریه و عراق و افغانستان و جای دیگه به کشتن میدن، تایید می‌کنی. این رأی دادن به نوعی تایید این جنایتکاری این حکومت بود و مرز بین حکومت و مردم رو که ماها سعی میکنیم نشون بدیم که آقا این مردم حسابشون از این حکومت جداست، این حکومت قاتل، تروریست، غارتگر و همین مردم صدمه دیدن از این حکومت، ولی امثال این علی خدایی ها و فرخ نگهدار ها، بهنود ها و کسانی که هم پالکی های اینا هستن در حزب ها و سازمان هایی که درست کردن با ظاهر چپ و نمیدونم توده‌ای و اینجور چیزا به نام راه توده و امثال اون، بجز دروغگویی و نفوذ در بین کارگران، نفوذ در بین جوانان که با اندیشه های دیگری حالا دارن آشنا میشن در ایران، بتونن همه اینها رو کنترل بکنن، این نارضایتی در بین کارگران رو کنترل بکنن و بتونن از طریق نفوذ در بین دیگر اندیشان، در بین سکولارها، دموکراتها، این پروژه اختاپوسی مهار کردن اعتراضاتی که در پیش روی هست و اعتصاباتی که در پیش روی هست، دیگر اندیشانی که دارن مبارزه میکنن تا این نظام ضد بشر رو، شرش رو از سر مردم ایران کم بکنن، با مخلوط کردن خطوط و دنبال رو کردن کارگران، دنبال رو کردن روشنفکران، جوانان دانشجویی که با افکار جدید آشنا میشن، به دلیل فساد این حکومت دیگه اندیشه اسلامی و حکومتی رو نمیخوان داشته باشن، حالا اینها با این ظاهرهای چپ و دموکراتیک و سوء استفاده از تاریخی که از منابع اطلاعاتی در اختیار داره، بتونن دوباره فریب بدن بخشی از مبارزین، بخشی از هزینه داده های دهه 60 و بخشی از کارگران جوان رو. ما اینجا هشدار میدیم که پروژه‌ای به نام علی خدایی، راه توده، فرخ نگهدار و یاران و همپالگی های اونها مثل مسعود بهنود و عطاءالله مهاجرانی که در خارج از کشور، اینا همه وزیر و وکیل این حکومت بودن،
حالا با اینها یکی شدن و از درون زندان ها هم اینها سازماندهی کردن با اطلاعاتی ها، کسی مثل اون مهدی پرتوی که حالا در سایت های سپاه مصاحبه میکنه و کشتارهای تمام بیگناهان رو تایید میکنه و مهر تایید میزنه به جنایت ها و خودش هم در اون تشکیلات مخفی عجیب غریب حزب توده بوده و دوستان کارگری ما، سندیکالیست های قدیمی مثل حشمت رئیسی که اینها رو افشا کرده، سندهای اینها رو در آورده، صحبتهایی که خانم آذر معتقدی همسر آقای جواشیر کرده در مصاحبه با ناخدا انور که همکار و همیار آقای ناخدا افضلی بود که همین پرتویی ها اونها رو به کشتن دادن، همدست همین علی خدایی ها و همین فراخ نگهدار ها، حالا اینها میخوان با لباس چپ و کارگری و توده‌ای و نم فدایی دروغین که اکثریت همین توده‌ای های فدایی واقعی که با حکومت مخالفن، هرچند که ما با افکار اونها موافقت نداریم ولی به لحاظ که اونها هم جزو تحریم کننده های انتخابات بودن مثل نامه مردم و بخش زیادی از اکثریتی ها که در همین آقای تابان در سایت اخبار روز نامه هاشون منتشر کرد، این خط و خطوط اینا دارن به هم میریزن و دوستان ما که در داخل کشور کم اطلاع هستن از مبارزات کسانی از کشور مبارزه کردن و اطلاع ندارن که اینها چجوری نفوذ کردن، حتی سفارت آلمان رفت و آمد دارن و حتی در بخش‌های اطلاعات امنیتی که تاییدیه میدن به افراد نفوذ دارن و جالب این است با پول‌های دزدیده شده از سازمان اکثریت و حزب توده، اینها در ترکیه حتی به کمک شخصی به نام محمد کاظمی که اون هم بخشی از پول‌های حزب توده رو میگن دزدیده، یک پانسیونی زدن در منطقه آنالیا و آنتالیا جنوب ترکیه و کسانی که از ایران خارج میشن و ناآگاه هستن به نام سیاسی و توده‌ای و نمیدونم چپی و دموکرات اینها رو اونجا جذب میکنن و تخلیه اطلاعاتی میکنن و تو شبکه‌های خودشون وارد میکنن و ناآگاهانه از اطلاعاتی که اونا دارن سوء استفاده میکنن برای تحکیم و تثبیت نظام ولایت فقیه. یعنی پروژه جدید اینا که میدونن نفرت عمومی اینقدر از حکومت زیاد است که دیگه خامنه‌ای‌ها و رئیسی‌ها و محسنی اژی‌های قاتل و دزد و غارتگر که خاوری‌ها رو فراری دادن، اگه به سایت خبرگر مراجعه کنید همه اینها مطالبش هست و مصاحبه آقای حشمت رئیسی با تلویزیون میهن هم اونجا هست که دونه دونه اسناد اینا رو میگه، به علاوه ویدیوی خانم آذر معتقدی که در سایت خبرگر هست که میگوید علی خدایی در زندان بوده و به بالا سر جواشیر آوردنش و اونجا روبرو کردن و جواشیر رو شدیداً لو داده و کلی اتهام کردن جواشیر گذاشته، حالا به همه اعلام کرده از 20 سال پیش که آمده بیرون و به افغانستان رفته، من اصلا زندانی نبودم و زندانی نشدم و خودکشی کردم و فرار کردم آمدم بیرون. ما در برنامه‌های دیگه نسبت به این موضوع بیشتر میپردازیم، وقت ما تمام هست، امیدوارم که متحد باشیم برای رسیدن به دموکراسی و آزادی. فردا این سپرده‌گذاران را در میدان بهارستان تنها نگذاریم. بدرود.